مریم محسنی از زاویه حقوق زنان نگاهی داره به وعده‌های انتخاباتی. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. یکی از موضوعاتی که تا حالا نه در تبلیغات انتخاباتی و نه مناظره انتخاباتی جایگاهی شایسته پیدا کرده مسئله حقوق زنانه. مسئله حقوق زنان از نظر نامزدهای تایید شده شورای نگهبان تا الان ارزش طرح مستقل و مناظره مستقل پیدا نکرده. عرصه مسائل زنان به عنوان یه جزء فرعی از تبلیغات مزورانه کاندیداها نسبت به وضعیت فلاکتبار لایه‌های محروم جامعه مطرح شده. اونجا هم از نقش راه روشن خبری نیست. وعده بی پشتوانه دادن برای رأی جمع کنی و خیلی از میون خودشون هم میگن این وعده ها دروغ و عملی بشو نیست. تنها اشاره‌ای که مستقل از این وعده های توخالی در مورد زنان شده از جانب آیت الله قتل عام و از طرف جهانگیری شده. آیت الله قتل عام در جریان تبلیغات انتخاباتی هفته اخیرش عکس جمعی از زنان رو پشت سر خودش گذاشت و درباره حقوق زنان حرف زد. رئیسی با اینکه سعی کرد خودش رو از سیاست‌های ضد زن ولایت فقیه متفاوت نشون بده، ولی تو حرفاش کلیدواژه‌هایی بود که نشون میداد که آیت الله قتل عام اگه از صندوق‌های رأی بیرون کشیده بشه، روزگار زنان از اینم که هست سیاه‌تر میشه. رئیسی گفت ما در رابطه با حقوق زنان نیاز به قانون نداریم. این حرف نمیتونسته از سر بیخبری این آدم که یه عمری با دستگاه قضایی و مسائل حقوقی سر و کار داشته گفته شده باشه. این حرف یعنی ابراهیم رئیسی درست در سنگر روبروی مدافعان حقوق زنان ایستاده و همه محرومیت‌های نهادینه شده در قانون اسلامی در حق زنان رو تا حدی قبول داره و تایید می‌کنه که هیچ نیازی به قانون جدید یا تجدید نظر در قانون موجود نمی‌بینه. ابراهیم رئیسی که شواهد و قرائن نشون میده که نامزد انتخاباتی داعشی ترین افراد و گرایش‌های جناح اصولگراست، در واقع حامی همه محدودیت‌ها و محرومیت‌های قانون ناعادلانه فعلی در حق زنانه. از حضانت تا ارث، از مسافرت و آموزش و تحصیل و ازدواج، ابراهیم رئیسی وقتی به بی‌نیازی از قانون در رابطه با حقوق زنان اشاره می‌کنه، معناش اینه که جانبدار ازدواج کودکانه، معناش اینه که مدافع تفکیک جنسیتیه. البته فقط مربوط به الانش نیست، اسناد برخوردهای ضد زن این آیت الله زیاده. مثلا رئیسی تو تاریخ 15 مرداد 93 میگه اقدام شهرداری در اجرای طرح تفکیک جنسیتی قابل دفاعه، چون بانوان اولین مدافع تفکیک جنسیتی هستن. رئیسی همون موقع طرح تفکیک جنسیتی شهرداری رو کاملا تایید میکنه و میگه این طرح خیلی خوبیه، چون قاطبه زنان برای انجام یک کار بهتر به یک فضای کاملا آرام و مناسب نیاز دارن. جلوگیری از اختلاط زن و مرد باعث میشه که زن و مرد بتونن خدمات رسانی بهتری داشته باشن. اینا افکار همون عقب مونده هاییه که میگن زن شیطانه و مرد گول میزنه. نگاه ابراهیم رئیسی فرق اساسی با طالبان، القاعده، داعش و خامنه ای نداره. همه اینها به نام شر و دین از شیخ یا شکلهایی از تجاوز جنسی به بچه های خردسال به کمک یه مشرط و شروط حمایت میکنن. جنبش زنان در کشور ما سالهاست که برای جلوگیری از آزار جسمی و روانی به کودکان خواستار منع ازدواج کودکانه. میدونیم که قانون جلوی این منو که نبسته که هیچ طوریه که زمینه درست کرده برای ازدواج بچه ها. جنبش زنان میخواد تبصره ماده واحده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی حذف بشه. این ماده و تبصرهش میگه که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تموم شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تموم شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. معنای این ماده قانونی رو میشه در تازه ترین آمار ازدواج بچه ها در کشور ما
که اواخر آذر ماه سال گذشته منتشر شد دید 17% از ازدواج های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال بوده و در سال 94 بیشتر از 5% ازدواج ها در سنین کمتر از 15 سالگی ثبت شده. تازه این آمار ازدواج های ثبت شده در دوران کودکیه. آمار ثبت نشده هم داریم که میزانش معلوم نیست. رئیسی وقتی میگه ما در رابطه با حقوق زنان نیاز به قانون نداریم، در واقع از حقوق مردان نسبت به زنان در قانون اسلامی جانبداری میکنه. اما علاوه بر رئیسی، جهانگیری معاون روحانی هم در برنامه تبلیغاتیش جمله‌ای در مورد مسائل زنان داشت، جایی که گفت زنان محرومترین گروه جامعه، نه حرمتشون رعایت شده نه حقوقشون. تعبیر جهانگیری هرچه باشه از نظر جنبش مستقل زنان کاملا روشنه که محرومترین بودن، بی حرمت شدن و بی حق بودن قبل از همه سند محکومیت نظام ضد زن حاکمه. هیچ تفسیر دیگه نسبت به این موضوع صحیح نیست. اینم بگم که اصلا خود این انتخابات آشکارا توهین به مقام و جایگاه زنان هست. در جمهوری اسلامی زنان حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری رو ندارن و کاندید باید رجل یعنی مرد باشه و هنوز که هنوزه این واژه تحقیرآمیز و عهد بوقی حذف نشده. در زمانی که در تمام دنیای متمدن و حتی بسیاری از کشورهای عقب مونده لااقل به لحاظ قانونی زنان حقوقی مساوی مردان دارن و در نتیجه در تمام نهادهای انتخابی حق کاندیدا شدن و انتخاب شدن رو دارن، جمهوری اسلامی هنوز بر واژه تحقیرآمیز رجل تاکید داره و تا اونجا پیش میره که حتی در مناظره های انتخاباتی و وعده های انتخاباتی حرفی از زنان نیست. آیا این معنای دیگه‌ای داره جز آپارتاید جنسی و ستم جنسی؟ و آیا برای ما زنان راهی جز فراتر رفتن از چنین حکومتی هست؟